یه ویدیویی از خانم الناز شاکردوست در رسانه ها منتشر شده. یه بخش کوتاهیشو ببینیم، برگردیم. من میخوام یه سوال از شما بپرسم. این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامونم مثل خیلی از چیزهای دیگه بمیره. من میخوام در اینجا تشکر کنم در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت پراکنی. خانم بذار حرفشو بزنه. خب خانم شاکردوست در مدت اعتراضات فقط با یه پست بسنده کرد که به قانون اساسی اشاره کرد و غیره، تقریبا تو تمام مراسم حکومتی هم شرکت کرد. این بار هم حرف خاصی نمیزد، داشت میگفت که در واقع نذارین سینما بمیره، از هم جدا بشن و غیره و غیره. حالا سوا از واکنش متفاوت کاربران که خیلی‌ها تعریف کردن، خیلی‌ها کوبیدن این حرکت و غیره و غیره، یعنی نظام حتی در مرحله‌ای رسیده که اعتراضات در این حد رو هم نمیتونه بپذیره و سریع تلاش میکنه ساکت کنه. من حالا واقعا نمیدونم که چقدر قرار بود ساکت بکنه از صحبت‌های الناز شاکردوست. به هر حال اومد و صحبت‌هایی هم کرد بدون تعارف، صحبت‌های در واقع رادیکالی نبود، صحبت‌های اصلاح طلبانه بود. ولی مسئله این هستش که در واقع من می‌خوام موضوع رو فقط از روی الناز شاکردوست بردارم. اینکه چه اتفاقی داره می‌افته در میان هنرمندان، این مسئله مهمی است و این اتفاق در جشنواره فجر افتاد. اون رو جشنواره فجر خیلی حساب کردن. یک صحنه از نمایش اقتدار و قدرتشون هست و اینکه دستگاه سانسورشون داره در حوزه فرهنگ کار میکنه هنوز. و اونجا هر بار، هر سال دوباره طبق پترن‌های جمهوری اسلامی یکی از این نمایش‌ها اتفاق میفته. در واقع نقدهای اصلاح طلبانه روی صحنه اجرا میشه و اساساً شده جزء بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در جشنواره‌های فجرش. ولی ببینید اتفاقی که داره در بین هنرمندان هم میفته دقیقاً مثل تقابل مردم با حکومت اتفاق جدی هستش. هنرمندان در قیام زن زندگی آزادی به یک پست بسنده نکردن. هنرمندان برای اولین بار در این 40 سال به صورت جدی درگیر انقلاب شدن. زنان زندان رفتن، از هنرمندان بسیار سرشناس زندان رفتن و تا الان ممنوع کار هستن، به جد وارد انقلاب شدن. و این هم داره دقیقاً مثل مسئله مردم و حکومت، مردم و آن قشر هوادار حکومت، کاملاً مرزها، میخوام بگم مرزها مشخص شده. بله. و در این میان هنرمندانی که در واقع در این چیدمان دوباره سرگردان خودشون رو در سمت قرار میدن، حقیقتاً این هستش که در جبهه سمت حکومت متاسفانه قرار میگیرن. و این تقابل ها از این منظر جدی هستش که همه نیروها به نظر من ضرورت داره که بازنگری بکنن نقششون رو در این وضعیت. مرزها جدی کشیده شده بعد از خیزش و دیگه حد وسط نمیتونه در واقع باشه برای کسی. سپاسگزارم از شما خانم شقایق نوروزی، بازیگر و فعال برابری جنسیتی و مدیر صفحه میتوی ایران از بارسلونا اسپانیا.